من یک مدرس تربیت بدنی هستم. کجا؟ مدرسه، دانشگاه، باشگاه، فدراسیون، هر جایی که بدنی و ذهنی وجود داشته باشه. من یک زنم. محصل بودم، دانشجو بودم، معلم و استاد هم بودم. و به عنوان یک زن در نظام آموزشی کشورم همه چیز رو از نزدیک دیدم. چی دیدم؟ دخترای خموده، مادرای جوونی که مشکلات ستون فقرات دارن، زنهای خیلی چاق و یا خیلی لاغر، افرادی که از شدت کم تحرکی حتی بین اندامهای بدن خودشون هم هماهنگی وجود نداره، چه برسه به هماهنگی گروهی. نظام آموزشی متوجه این ضعف شده بود، چرا که هم مشکلات جسمی زیاد بود، هم هر وقت بحث کار گروهی وسط می اومد ما حسابی به مشکل برمی خوردیم. طرح زیبای جشنواره صبحگاهی در مدارس به همین دلیل شروع شد. ضمانت اجرایی هم براش در نظر گرفته بودن. چی بود؟ اینکه تا تاریخ مشخصی مدارس موظف بودن اجراهای گروهی دانش آموزا رو فیلم برداری کنن و بفرستن برای جشنواره. اما چی شد؟ در بیشتر موارد کار تبدیل شد به یک فعالیت فشرده نزدیک به زمان تحویل پروژه. اصلا دانش آموز بدتر خسته و دلزده می شود. این مشکل اول. اما مشکل دوم. حرکاتی که ما به عنوان ورزش صبحگاهی می شناسیم عموماً حرکات ساده و تکراریه. دانش آموز رغبتی به انجام این حرکات ندارن. اگر هم می‌خواستن حرکات پیچیده‌تری رو انجام بدن، مربی‌ها نمی‌تونستن با تعداد زیاد آموزش رو درست پیش ببرن. از طرفی برای حل این مشکل، بعضی از مربی‌ها اومدن حرکاتی رو جایگزین کردن که فیلم‌هاشو توی فضای مجازی دیدیم. بعضن نه استانداردهای ورزشی داشتن و نه با قوانین کشور ما مطابق بودن. اما امروز من میخوام اینجا یک ورزش جدید ایرانی بهتون معرفی کنم که با استفاده از کدها یادگیری و هماهنگی گروهی رو آسون میکنه، غیر از جسم ذهن رو حسابی تمرین میده و جذاب و حالتون رو جا میاره. الان میبینیم. از کسایی که اینجا هستن خواهش میکنم بایستن. از تمام کسانی که تصویر من رو میبینن یا حتی صدای منو میشنون خواهش میکنم اگه امکانش هست براشون با ما همراه بشن. خب دست راستتون رو بکشید بالا به سمت سقف. قرارداد میکنیم اینجا بشه نقطه یک، روبرو در راستای شانه نقطه دو، کنار بدن نقطه سه، سمت مقابل بالا چهار، در راستای شانه پنج، کنار بدن شش. پس نقاط رو دیدیم. یک، دو، سه، چهار، پنج و شش. میخوام یکم تمرین کنیم که این کدها رو یاد بگیریم. همه همزمان با هم بریم کد دو، شش، چهار، سه، یک و چهار همزمان، دو و پنج همزمان، سه و شش همزمان، یک، پنج، عالی. خب الان روبرو فرض کردیم نقاط رو، ولی همیشه میتونه که به این شکل نباشه، میتونه نقاط بازتر باشه، اینجا بشه یک، دو و سه، میتونه روی بدن من باشه، کنار سرم یک، شانم دو، کمرم سه، میتونه روی زمین باشه، پنجه پامو بکشم برای خانه یک، یک کف پا عقب‌تر دو، بذارم زمین سه و الی آخر. میتونم بچرخم به سمت بالا و هر جایی که بخوام. پس خودتون رو در یک چند وجهی تصور کنید که در هر وجه شش نقطه قرار داره و شما میتونید بر اساس این شش نقطه ورزش کنید. خب حالا با توضیحاتی که دادم میخوام یک کد پشت سر هم رو اجرا کنیم. بریم یک با ضربه زدن، دو، دستت راست چپتون رو باز کنید توی خونه پنج، با آرنج ضربه بزنید در خانه پنج، بریم بالا چهار،
یک، سه، شش و تمام. پس شد یک، دو، پنج، پنج، چهار، یک، سه، شش. دوباره یک، دو، پنج، پنج، چهار، چهار، سه، شش. یکم سریعتر. یک، دو، پنج، پنج، چهار، یک، سه، شش. میتونیم بشینیم. مرسی. دیدیم با کمک کدها چقدر سریع هماهنگ شدین و همین که مجبور شدین بهش فکر کنید. اما چی این ورزش رو خاص‌تر میکنه؟ اینکه این کدها در برایتونیک مفهوم دارن. این شش نقطه‌ای که بهتون معرفی کردم، شش نقطه الفبای نابینایان یا همون بریل که ما در انگلیسی بریل میخونیم، اصلش برای به فرانسوی. پس وقتی حرف الف رو نابینا میخواد بنویسه یا بخونه، از یک استفاده میکنه. من هم میتونم بنویسم الف، یعنی کد یک. برای حرف ب از یک دو استفاده میکنه. من هم میخوام بنویسم ب. ب. الان میخوام بنویسم با. یک، دو، یک. و این طرف یک، دو، یک. نوشتم بابا. به این روش این بابا رو میشه اجرا کرد. چرا؟ چون کدها جاهاش میتونه تغییر کنه، میتونه روی زمین باشه، میتونه همزمان با دست و پای من باشه، میتونم دستم رو بکشم، میتونم ضربه بزنم، میتونم خم بشم و بستگی داره به اینکه مخاطب من در چه سطحی از آمادگی بدنی یا ذهنی باشه. یه مثال میخوام الان براتون بزنم با حرف ت. کدش هست 2 3 4 5. فقط میخوام بکشم فعلا با دست راستم، میشه 2 3 4 5. میخوام ضربه بزنم 2 3 4 5. میخوام از هر دو دستم کمک بگیرم 2 3 4 5. میخوام از پاهام کمک بگیرم 2 3 4 5. میخوام گام بزنم 2 3 4 5. به طور همزمان از دست و پام استفاده کنم 2 3 4 5. پس من به هر روشی که بخوام میتونم حرکات رو انجام بدم. اما توضیح کاملی از برایتونیک براتون بدم. برای تونیک به فارسی یا برایتونیک به فرانسوی، با احترام به اسم لوی برای، مبدع خط نابینایان، نامگذاری شد. توسط خانم یاسمن معیدی این رشته ورزشی ابداع شد و در وزارت ورزش و جوانان ایران و در کشور فرانسه به رسمیت شناخته شده و همونطور که دیدیم میتونیم باهاش مفاهیم رو منتقل کنیم. در آزمایشی که روی مولکول‌های آب انجام دادن، دیدن که حتی نوشتن یک کلمه روی دیواره ظرفی که آب داخلش هست میتونه روی شکل‌گیری مولکول‌های آب تأثیر بذاره. حالا شما حسابشو بکنین، 70% بدن انسان از آب تشکیل شده. اجرای یک کد انگیزشی مثبت قدرتی چقدر میتونه تأثیر بذاره روی بدن من یا دیگران؟ خب این از برایتونیک. آیا فقط واسه خانم هاست؟ نه. چرا من بیشتر از خانم ها گفتم؟ برای اینکه پسرای ما عموماً فعالیت بدنی بهتری دارن نسبت به دخترانمون. الان نمیتونم در موردش نظری بدم تا برگردن دو مرتبه به مدارس و سنجش بشن، که حدس میزنیم به خاطر شرایط فعلی و کرونا و نشستنهای زیاد
اونها هم در حال حاضر در شرایط مناسبی نباشن. پس هدف اصلی ما در حال حاضر بالا بردن تحرک عمومیه و جنسیت دیگه برامون مطرح نیست. چرا اصرار داریم در مدارس نهادینه بشه؟ اول از همه این که بچه ها توی دوران طلایی رشدشون توی مدرسه هستن. پس هر تأثیر مثبت و منفی رو توی اون دوران میتونن از فعالیت‌هایی که ما براشون در نظر میگیریم در دراز مدت ازش روی بدنشون ببینن. مسئله بعد این که برایتونیک فقط یک ورزش جسمی نیست و همینطور که دیدیم میتونه حیطه‌های شناختی رو خیلی خوب تقویت کنه، مثل حافظه و تمرکز. بنابراین بهترین تمرینه، چون به صورت همه جانبه میتونه جسم و ذهن رو پویا نگه داره. خیلی ساده برایتونیک رو براتون توضیح دادم. از این ساده تر هم میتونه باشه. برای توانخواهان عزیزمون که توان حرکتی کمتری دارن، یک نمونه ویدیو ببینیم از توانخواهان عزیزمون. میتونه خیلی از این پیچیده تر باشه و به لحاظ حرکتی خیلی دشوار باشه برای افراد ورزشکار، مثل مسابقات برایتونیک که در سطح استانها و کشوری برگزار میشه. هماهنگی و تمرکز خیلی بالایی میطلبه، چون سرعت خیلی بالایی داره در بعضی از گرایش های مسابقه. میتونه از ابزار کمک گرفته بشه، مثل گرایش برای باند که یکی از گرایش های برایتونیک هست. و به طور کلی برایتونیک یک ورزش تطبیقیه که میتونه خودش رو در سطح مخاطب هماهنگ کنه. پیچیدگی‌های حرکتی و ذهنیش کاملا دست مربیه. الان هم میخوایم یک نمونه از هماهنگی گروهی دختران هنرستان رو ببینیم که در مدت زمان خیلی کمی تونستن با تمرکز توسط برایتونیک به این هماهنگی دست پیدا کنن. ببینیم. الان دیگه متوجه شدین که ابتدای ورودم من براتون یه کدی اجرا کردم. بله، من سلام رو براتون اجرا کردم و الان هم ازتون تشکر میکنم که به اجرای من توجه کردین. ممنون.